هر کاری میکنم به سرفصلای آزمونم نمیرسن. این کلیپو تا آخر ببین بهت میگم چیکار کنی، اصلا قصه نخور. بچه سه تا کاری که الان بهتون میگم برای آزموناتون باید انجام بدین تا بتونین توی کنکورتون موفق باشین. اگر این سه تا رو انجام نمیدی عملا پولتو داری دور میریزی توی آزمایشی. اولین مورد، آقا من به سرفصل نمیرسم. خب نمیرسه که نمیرسه، بدای سرت. شما مهم اینه که توی اون سرفصل هایی که رسیدی، تلاش کردی و تونستی اونها رو بخونی عمیق بشی، نری روخونی، نری اون قسمت هایی که نخونی رو برداری روخونی بکنی و وقت زیادی رو براش بذاری. همون وقت زیاد رو میتونی برای عمیق تر شدن، تست بیشتر، خلاصه نویسی مباحثی در نظر بگیری که بهشون رسیدی. این نکته اول. نکته دوم، شما تا اسفند ما چند تا ایستگاه جبرانی داری و میتونی اون چیزهایی رو که نرسی رو برسی. اینم از دوم. و سومین مورد بچه که خیلی مهمه، اگه آزمون داری میدی اما وقت برای تحلیل کردنش نمیذاری، واقعا پولتو ریختی دور، اصلا شک نکن. بریم سراغ نکته چهارم. هرچند که من اولش گفتم سه تا نکته، ولی الان یه چیز جدید یادم افتاد که خیلی هم مهمه. آقا الان آزموناتون مجازیه، الان یه سری کانال وجود داره که کلید سوالات رو داخلش میذاره و فالوئر میگیره، ممبر میگیره و پولشو در میاره. اگر شما سراغ اون موردها میری، میخوای تقلب کنین تو آزمونت که بعدم بری بگی مامان ببین من رتبه یک کشور رو آوردم و بالاترین درصدهای ممکن رو آوردم، ول معطلی عزیز من، نریز پولتو دور، نده اون آزمون، اون به دردت نمیخوره. اگه بچه شما این چهار تا موضوعی که بهتون گفتم، چهار تا نکته اساسی بهتون گفتم، اگر انجام دادین که این آزمون ها رو برید بدید و ازش استفاده بکنین، شک نکنین خیلی بهتون کمک میکنه برای رشدتون توی کنکور. اگر هم انجام ندادین، فاتحه، دمتون گرم.